Rubens is a Flemish artist that was born. پیکل پول روبنس نقاش اهل فلاندری بود که در آلمان متولد شد و در سراسر اروپا کار کرد. روبنس نقاش بسیار پرکاری بود که در طول دوران کاریش حجم عظیمی کار تولید کرد. برای دربار کشورهای مختلف نقاشی کرد و با بسیاری از پادشاهان شخصا آشنا بود. نقاشای اهل فلاندر مشهورن به تابلوهای کوچیک، منظره پردازی‌های ظریف و پرداخت به جزئیات فوق‌العاده. روبنس 8 سال به ایتالیا رفت و به سرعت خودش رو در اونجا به عنوان هنرمندی اهل فلاندر ثبت کرد که شبیه سایر هموطناش کار نمی‌کرد. او اهداف بلند پروازانه‌ای داشت. می‌خواست کار شبیه به کار استادای ایتالیایی باشه. از نقاشایی مثل رافائل، میکلانج و تیسیان الهام می‌گرفت و آثار هنری دوران روم باستان رو به دقت مطالعه می‌کرد. او منابع الهامش رو به دقت انتخاب می‌کرد و اونها رو چنان با سبک شخصیش درمی‌آمیخت که اثر در نهایت حال و هوای اثری از روبنس رو داشت و کاری تقلیدی نبود. Each painting you can see that is truly a Rubens. روبنس در شرایطی به وطنش بازگشت که اسپانیا داشت موقعیت خودش در اروپا را از دست می‌داد و قدرت‌های نوظهور اروپایی برای کسب نفوذ در حال رقابت بودند و برخورد مذهبی بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها رو به افزایش بود. روبنس نقاشی کاتولیک بود و کارش را به عنوان نقاشی مذهبی آغاز کرد. او پرده‌هایی کشید که به ترویج و تبلیغ مذهب کاتولیک کمک می‌کرد و به سفارش حاکم اسپانیایی بخش جنوبی فلاندر کشیده شده بود. امروزه روبنس با نقاشی‌هاش از اندام‌های برهنه در تاریخ نقاشی معروفه. کمتر نقاشی تصویری چنین زنده از اندام زنانه در تاریخ نقاشی به جا گذاشته. پرده ونوس فریجیدا به نوعی جمع‌بندی کار روبنس محسوب میشه. او شخصیت‌های تمثیلی و خیالی رو جوری نقاشی می‌کرد که انگار زنده و واقعی‌اند. برای کشیدن ونوس، او یکی از مجسمه‌های ونوس روم باستان رو الگو قرار داد و اونو طوری نقاشی کرد که انگار از روی مدل زنده نقاشی کرده. با این کارش انگار مجسمه باستانی رو زنده کرده. هیچ نقاشی پیش از او پوست انسان رو به اندازه روبنس زنده تصویر نکرده بود و کارش الگویی برای نقاشای نسل‌های بعد شد. نقش روبنس در حیات سیاسی و دیپلماتیک دوران خودش تقریباً به اندازه هنرش مورد توجه قرار گرفته. پرده پیروزی هنری چهارم رو روبنس به سفارش ماری دو مدیچی، یکی از بانفوذترین زنان فرانسه کشید. روبنس همسر فقید ملکه رو به شکلی شکوهمند همچون امپراتوری از دوران روم باستان تصویر کرد. او زیرکانه دریافته بود که با هنرش میتونه دل فرمان روایان وقت رو به دست بیاره و بر سیاست تأثیر بگذاره. He was drawn into that whole network of conflicts between Protestant and Catholic. درگیر شبکه روابط و درگیری‌های بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بود. قدرت‌های بزرگ اروپایی در اون دوران هلند، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا بودند. او می‌خواست در سیاست دوران به نفع کشور خودش نقشی داشته باشه. می‌خواست شمال و جنوب هلند با هم متحد شن. در واقع یه جور جاسوس نقاش بود. از درباری به دربار دیگه سفر می‌کرد و در حال نقاشی پنهانی به مذاکره سیاسی مشغول بود. جوری تربیت شده بود که می‌تونست پیامش رو در قالب تمثیل‌های پنهان بیان کنه. His education made it possible that he could hide secret messages or hidden messages in his allegories. یکی از آثار مهم روبنس پرده‌ایه که در بزرگداشت اتحاد اسکاتلند و انگلستان در دوران جیمز اول کشیده شده. او الهه خرد مینروا رو در حال سرنگون کردن جهل تصویر کرده و با این کار سعی کرده دل پادشاه رو که عاشق آموختن بود به دست بیاره. کار تموم شده، امروز قطعه مرکزی نقاشی سقفی یکی از تالارهای قصر وایت هال لندنه. But an artist like your dance
هنرمندی مثل یوردانس که از طرف دربار سلطنتی در لاهه دعوت شده بود، کلی آثار کشف نشده ناتمام از روبنز پیدا کرد. نقاشی‌هایی از پیروزی‌های هنری چهارم. او صحنه‌های مشابهی کشید و اینطوری می‌بینیم که چطور فرم کشیدن پیروزی‌های رومی در نقاشی‌های معاصر از روبنز الهام گرفته شده. روبنز در دوره‌های کاری بعدیش برای فرار از وظایف سیاسیش به طبیعت و نقاشی منظره روی آورد. پرده باغ عشق مثال خوبی از آثار این دوره است که روبنز اون رو برای لذت شخصی خودش کشیده. باغ عشق رو روبنز در دهه 1630 یعنی در دهه 40 زندگیش کشید. او با زن جوانی به نام هلنا فورمان که دختری تاجر ابریشم بود ازدواج کرد و با او خیلی خوشحال بود. روبنز با الهام از لباس عروسی زنش این صحنه رو کشید. در این پرده در باغی با فواره‌ها و ستون‌های رومی زوج‌ها در حال مغازله تصویر شدند. ضیافتی در باغ که به مزامینی مثل عشق، مغازله و ایام خوش می‌پردازد. این پرده در هنر دوره روکوکو الگویی برای صحنه‌های ضیافت در باغ شد و نقاش فرانسوی مثل آنتوان باتو از اون الهام گرفت. با الگوبرداری و الهام از حجم عظیم آثار روبنز، روبنزگرایی در میان نقاشان اروپایی رواج گرفت. در اسپانیا الهام از بُعد مذهبی کار روبنز پررنگ‌تر بود. نمیشه بدون اشاره به روبنز از نقاشی قرن 17 اسپانیا حرف زد. پرده باکره و کودک نشسته بر عرش همراه قدیسان کاری اجرا شده در آنتورپ که به سرعت نسخه برداری شد و یکی از نسخه ها همون اوایل به اسپانیا رسید و اونجا در مجموعه دربار توسط هنرمندای دیگه کشف و نسخه برداری شد. امپرسیونیست ها بسیار تحت تاثیر روبنز بودند. پیر آگوست رنوار با پیروی از روبنز و با ابداع تکنیکی مدرن پوست انسان رو به شکلی تر و تازه نقاشی می کرد. پل سزان نقاش پست امپرسیونیست از اندامهای برهنه زنان در آثار روبنز الهام گرفت و نقاشان بریتانیایی عمدتاً منظر پردازی های روبنز رو سرمشق قرار دادند. بریتانیا کشوری پروتستان بود که جذب زنان ترگل ورگل روبنز نشد، بلکه به مناظر شبانی او علاقمند شد. این مناظر برای نقاشانی مثل گینزبرو، رنولدز و ترنر بسیار مهم بود. حتی میشه گفت عرابرانان و صف گاری هایی که در منظر پردازی هنرمندان بریتانیایی رواج پیدا کرد ریشه در منظرهای شبانی روبنز داره. coming up as a formula throughout British painting. عشق روبنز به هنر دوران باستان، وسعت و غنای آثارش و توانایی او در تصویر کردن انسان در شرایط و احوال مختلف، روبنز رو به الگویی فراموش نشدنی در چهار قرن اخیر در تاریخ نقاشی غرب بدل کرده.